درود بر شما دوستان و همراهان، در خدمت شما هستیم با چند خبر مهم در این ساعت. در ابتدا به تداوم شعله اعتراضات در ایران به ویژه بلوچستان و کردستان می‌پردازیم. در بخش بعدی به درخواست رئیس سابق فیفا برای محرومیت تیم ملی ایران از بازی‌های جام جهانی خواهیم پرداخت و در پایان به دستگیری دو جاسوس ایرانی در سوئد می‌پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. همگام با خیزش ایرانیان، تداوم شعله اعتراضات در بلوچستان و کردستان. گزارش شاهدان عینی و ویدیوهایی که از شهرهای مختلف ایران منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان در ده‌ها شهر ایران، به خصوص در کردستان و بلوچستان، به خیابان آمدند. بر اساس فراخوان قبلی سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان، معترضان بلوچ بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در ویدیویی که از شهر راسک منتشر شده، معترضان بلوچ در این شهر ضمن فریاد مرگ بر دیکتاتور، پرچم جمهوری اسلامی را در یکی از میادین شهر به آتش کشیدند. ویدیویی که از شهر پیشین از توابع راسک منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان مقابل پایگاه نظامی این شهر تجمع کرده و شعارهایی علیه سران جمهوری اسلامی سر می‌دهند. همچنین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که به دنبال گسترده‌تر شدن اعتراضات مردمی در شهر خاش، معترضان تابلوی یکی از بلوارهای این شهرستان که به اسم قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران نامگذاری شده بود را به عنوان یکی از نمادهای کودک‌کشی سپاه، کشتار مردم بلوچ و استبداد رژیم جمهوری اسلامی به زیر پای خشم خود کشیده‌اند. در زاهدان نیز تجمع گسترده‌ای در مقابل مسجد مکی این شهر برگزار شده و نمازگزاران و شهروندان معترض بلوچ به دادخواهی جانباختگان جمعه خونین زاهدان شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه سر دادند. در تهران نیز محله‌های مختلفی به اعتراضات پیوستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، از چهارراه سرسبز در شرق تهران ساکنان این محله تجمع کرده و علیه خامنه‌ای شعار سر دادند. همچنین در ویدیویی که از تهران و مربوط به مراسم 40 مهدی فراخی‌پور از کشته شدگان خیزش جاری منتشر شده، جمعی از مردم سوگوار و معترض تهران شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی از جمله مرگ بر دیکتاتور و حکومت بچه کش نمی‌خوایم سر دادند. مرگ بر حکومت بچه‌کش.
همزمان پایگاه بسیج امام علی شهر کازرون در استان فارس به عنوان یکی از مقرهای نیروهای سرکوب در این شهر با استفاده از بمب دستساز آتش‌سا هدف قرار گرفت. در شهرهای کردستان نیز تظاهرات با شدت در جریان بود و در سردشت در استان آذربایجان غربی نیز در واکنش به کشته شدن حمزه کولبر اهل سردشت توسط نیروهای هنگ مرزی، یک پاسگاه و یک دستگاه خودروی نظامی نیروهای هنگ مرزی در این منطقه به آتش کشیده شده است. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به انزوا می رود، کشورهای آلمان و ایسلند شامگاه جمعه 20 آبان ماه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند درباره ایران تشکیل جلسه دهد. از سوی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که وزرای خارجه این بلوک روز دوشنبه 23 آبان تحریم‌های حقوق بشری بیشتری را علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. همچنین خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که پیشنویس این تحریم‌ها 30 فرد و نهاد ایرانی از جمله پرس تیوی و فرماندهان ارشد سپاه در سیستان و بلوچستان، کردستان و استان‌های مازندران و البرز را هدف گرفته است. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد که کاردار سفارت ایران در لندن را در واکنش به تهدیدها علیه ایرانیان و از جمله خبرنگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان مقیم این کشور احضار کرده است. روز جمعه ده‌ها کارشناس سازمان ملل نیز در نامه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان معترض استفاده نکند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در هفته های اخیر اعلام کردند که افرادی را که به محاربه متهم شده اند را در صورت محکومیت فوراً اعدام خواهند کرد. رئیس سابق فیفا خواهان محرومیت ایران از جام جهانی قطر شد. رئیس سابق فیفا خواهان ممانعت از حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال مردان در قطر شد. به گزارش بی بی سی، روزنامه عامه‌پسند سوئیس به نقل از رئیس سابق فیفا نوشته ایران باید از جام جهانی کنار گذاشته شود. بنابر گزارش این روزنامه، رئیس سابق فیفا گفته که اگر همچنان بر سر کار بود حتما مانع از حضور ایران میشد. او همچنین از جیانی اینفانتینو رئیس کنونی انتقاد کرده و گفته عدم موضع‌گیری روشن از طرف او در قبال اعتراضات ایران قابل قبول نیست. رئیس سابق فیفا چند روز پیش از اعطای میزبانی جام جهانی به قطر ابراز پشیمانی کرد. او و برخی از مقام‌های دیگر فیفا متهم به فساد مالی و دریافت رشوه از جمله در ارتباط با میزبانی روسیه و قطر بود. به جز اعتراضات ایران و درخواست گروه‌هایی از مخالفان برای حذف تیم ایران از جام جهانی، وضعیت حقوق بشری در خود قطر هم انتقادهای بسیاری را برانگیخته. شرایط کاری غیر انسانی و کشته شدن انبوهی از کارگران در جریان ساخت استادیوم ها و دیگر زیرساخت ها یکی از موضوعات مورد انتقاد است. دو برادر ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدند. دادستانی سوئد اعلام کرده که دو برادر ایرانی در این کشور متهم شدند برای روسیه و دستگاه اطلاعاتی ارتش آن جاسوسی کردند. یکی از این متهمان برای سالها با سازمان اطلاعات داخلی سوئد کار می‌کرده. مقامات سوئد نام این دو متهم را پیمان کیا و پیام کیا اعلام کردند که اولی 42 سال و دومی 35 سال دارد. یکی از این دو برادر نیز به دسترسی به اطلاعات محرمانه و غیر مجاز متهم شده است. دادستان ارشد دایره جرایم امنیت ملی سوئد گفت جرایم این افراد در نتیجه تحقیقاتی بسیار پیچیده و دشوار کشف شد. اطلاعاتی که این افراد در اختیار داشتند و در اختیار دیگران قرار دادند، اگر به دست یک قدرت خارجی افتاده باشد، به امنیت سوئد ضربه بزرگی خواهد زد. او خاطر نشان کرد که این پرونده مربوط به اطلاعات محرمانه و بسیار حساس است، ولی حاضر نشده توضیح بیشتری بدهد. بر اساس متن کیفرخواست که
از سوی دادستانی به دادگاه ارائه شده، این دو برادر در فاصله سپتامبر 2011 تا 2021 اطلاعاتی را در اختیار اداره اطلاعات ارتش روسیه گذاشتند. این کیفرخواست می افزاید یکی از برادرها، پیمان کیا، هنگامی که در اداره امنیت داخلی و نیروهای مسلح سوئد مشغول کار بوده، این اطلاعات را که مربوط به نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی سوئد بوده به دست آورده. برادر دیگر هم به برقراری تماس با ماموران اطلاعاتی روسیه، انتقال اطلاعات و دریافت پول از آنها کمک می کرده است. بر اساس کیفرخواست دادستانی سوئد، پیام کیا در پی بازداشت برادر کوچک خود یک هارد درایو را خرد کرده بود که بعداً توسط ماموران در سطل زباله کشف شد. تحقیق در مورد این دو برادر را اداره امنیتی داخلی سوئد انجام داده و مقامات دادستانی گفتند که بخش اعظم تحقیقات شامل اطلاعات محرمانه است که فعلا منتشر نخواهد شد. اداره امنیت داخلی سوئد گفت در پی سوئزن به پیمان کیا که کارمند این اداره بوده از سال 2017 تحقیقات را آغاز کرده. دادستانی سوئد نیز اعلام کرد که دلیل شروع این تحقیقات تشخیص وجود یک خبرچین در نهادهای امنیتی بوده. اداره امنیت داخلی سوئد تایید کرده که پیمان کیا بین سالهای 2014 تا 2015 در این نهاد مشغول کار بوده و قبل از آن نیز برای نیروهای مسلح سوئد کار می‌کرده. رسانه‌های سوئد گزارش دادند که پیمان کیا برای بخش ضد اطلاعات خارجی ارتش سوئد کار می‌کرده و مدتی عضو یک واحد بسیار محرمانه بوده که با جاسوسان سوئد در خارج از کشور در ارتباطه. اداره امنیت داخلی سوئد در بیانیه‌ای گفت جرایمی که در این کیفرخواست مطرح شده بسیار جدیه، ولی ما تلاش خواهیم کرد با تبعات آن مقابله کنیم. سخنگوی نیروهای مسلح سوئد نیز این جرایم را بسیار جدی توصیف کرد. ممنونیم که مثل همیشه تا انتها با ما همراه بودید. به امید پیروزی ملت ایران. تا بخش بعدی، خدا نگهدارتون. Thank you.